این ویدیو داستان زندگی یکی از مشهورترین لات‌های تهران است. مردی که کودتای 28 مرداد در ایران با نام او عجین شده. جاهل مسلکی که چنان در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران معروف شد که اعضای خانواده‌اش هم از افشای نسبت فامیلی خود با او شرم داشتند. حتی همسر و تک پسرش هم او را در فرار به آمریکا تنها گذاشتند. شعبان جعفری یا آنطور که مشهورتر است شعبون بیمخ که بود و از کجا آمد و چگونه به دربار پهلوی راه یافت. اینجا کانال پروفایل و ما زندگی مشهورترین بزن بهادر ایران را برای شما روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. شعبان جعفری در اول فروردین 1300 در گذر درخونگا در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. او آخرین فرزند یک خانواده پر جمعیت 16 نفره بود. در منابع تاریخی نامی از پدر و مادر شعبان برده نشده، اما ظاهراً هر دو اصالتاً اهل منطقه کن و سولغان تهران بودند و در دوره جوانی ساکن محله سنگلج شده بودند. بعد از رسیدن شعبان به سن مدرسه، پدرش او را در مدارس مختلفی ثبت نام کرد، اما کمتر روزی بود که شعبان با بچه های مدرسه دعوا نکند و همین مسئله باعث شد 3 بار از مدرسه اخراج شود و هر بار پدرش مجبور بود او را در مدرسه جدیدی که او را نمی شناختند ثبت نام کند. ما رو گذاشتن مدرسه، چند تا مدرسه عوض کردیم، از عنصری، مدرسه بصیرت، مدرسه خدمت شما عرض کنم که اسلام، چند تا مدرسه عوض کردیم، بالاخره آخرش 4 کلاس درس خوندیم. در همین دوره بود که هیکل درشت و بی‌توجهی به صحبت‌های معلم و قلدری برای بچه‌های مدرسه باعث شد تا به شعبون بیمخ معروف شود. این وضعیت تا کلاس 4 دبستان ادامه داشت و پدرش دیگر اجازه نداد به مدرسه برود و او را به مغازه ریختگری و آهنگری فرستاد تا وردستی کند. اما اهل کار هم نبود و آنجا هم بند نشد. پدر شعبان در 12 سالگی مرد و خرج او و مادرش و بقیه بچه ها به دوش فرزندان بزرگ خانواده افتاد. کار هر روزه شعبان در 15 سالگی زورگویی، کریخانی و دعوا با لات‌های سایر محله ها و باز شدن پایش برای اولین بار به شهربانی و بازداشت چند روزه بود. او در سال 1319 1 سال زودتر از موعد قانونی به سربازی رفت و در اداره نقلیه مشغول شد. اما به دلیل اینکه علاقه به کار کردن نداشت، بارها از محل خدمتش فرار کرد و هر بار توسط دژبان دستگیر و بازگردانده شد و به همین دلیل دوران سربازیش به صورت ناپیوسته 4 سال طول کشید. علاقه‌اش برای یادگیری ورزش زورخانه انگیزه شد تا در مسابقات قهرمانی کشتی باستانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در سال 1321 شرکت کند. این زمان مصادف بود با حضور غلامرضا تختی در مسابقات کشتی. شعبان در این مسابقات به لطف مهارتش در رشته کباده و چرخ اول شد. در غروب 21 اسفند 1326 شعبان با برهم زدن نمایش مردم به کارگردانی عبدالحسین نوشین در تئاتر فردوسی برای حاکمیت محبوب شد و به جای آن که به جرم ایجاد آشوب و اخلال در نظم عمومی بازداشت شود، با دریافت 2000 تومان پول از یک سرگرد آگاهی و به توصیه او مدتی از تهران به لاهیجان رفت. در لاهیجان زورخانه ای را به نام اسلام نظر اجاره کرد و همانجا با دختری به نام افسر آزاد سرو ازدواج و 1 سال بعد به خانه پدریش در گذر دباخانه تهران بازگشت. بیشتر عمر شعبان به دعوا و بزن بهادری گذشت و همین ویژگی او باعث شد هر بار خواسته یا ناخواسته در بلواها و درگیریها و شرارتهایی که در محلات مرکزی شهر تهران اتفاق می افتاد حضوری پررنگ داشته باشد. او ابتدا از طرفداران مجتبی نواب صفوی رئیس جمعیت فدایان اسلام بود و در ماجرای حمایت و همراهی فدایان از نهضت ملی شدن صنعت نفت و همچنین مدتی بعد در راهپیمایی آنها در حمایت از دکتر محمد مصدق در جریان ترور حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت، شعبان جعفری فعال و در صحنه حاضر بود. در 14 آذر 1330 او و نوچه هایش در حمایت از دکتر مصدق
به راهپیمایی حزب توده که علیه نخست وزیر در میدان بهارستان برپا شده بود حمله کرد و بعد از ضرب و شتم آنان به دفتر روزنامه‌های چلنگر، مردم، شورش و بدر ارگان‌های این حزب ریختند و دفترهای این روزنامه‌ها را ویران کردند. در پی این نابسامانی‌ها شعبان به جرم به هم ریختن نظم عمومی کشور دستگیر و چند ماه در زندان قصر زندانی شد. پس از آزاد شدن بار دیگر همان راه قبلی را در پیش گرفت. در جریان 30 تیر 1331 به فعالیت برای بازگرداندن دکتر مصدق بر مسند نخست وزیری پرداخت، اما رفته رفته از جبهه ملی فاصله گرفت و به جمع مخالفان پیوست. در این میان شعبان به همکاری با حزب زحمت کشان به رهبری دکتر مظفر بقایی و خلیل ملکی پرداخته و در میتینگ های آنها شرکت میکرد. با بالا گرفتن اختلاف میان شاه و مصدق، محمد رضا پهلوی در 9 اسفند 1331 اعلام می‌کند قصد خروج از ایران را دارد. آیت الله کاشانی در حمایت از شاه پیام می‌دهد و خواستار ماندن او در کشور می‌شود. شعبان هم در حمایت از شاه به همراه گروهی از اراذل و اوباش با تجمع در مقابل کاخ مرمر از رفتن شاه جلوگیری کرده و با تهدید بازاریان بازار تهران تعطیل می‌شود. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونک صوبی دیدنش، گفت بریم علازه دارم ممکنیت میره بیرون، بریم نظریم بره بیرون. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق با کاشانی اینا با هم بودن، خود نمیدونستیم اینا با هم زدن، ما بعدشون نمیدونستم چی. شعبان جعفری که حالا به طرفداران شاه و مخالفان نخست وزیر پیوسته با جیپ بهداری ارتش به درب خانه مصدق میکوبد و تظاهر کنندگان به داخل خانه وارد میشوند. توطئه‌ای که با هدف قتل نخست وزیر توسط دربار طراحی شده بود، اما مصدق جان سالم از آن به در میبرد. با مسلط شدن دولت بر اوضاع، شهربانی وارد عمل می شود و شعبان جعفری، فضل الله زاهدی و سرهنگ رحیمی دستگیر و روانه زندان می شود. شعبان تا 28 مرداد 1332 در زندان بود. او ظهر 28 مرداد به حکم تیمسار بازنشسته فضل الله زاهدی از زندان آزاد شده و به عنوان بخشی از نقشه کودتا هدایت اراذل و اوباش تهران را در دست می‌گیرد. موفقیت چشمگیر شعبان که موجب ماندگاری نامش در تاریخ سیاسی ایران شد، کشاندن اوباش از زنان تنفروش قلعه شهر نو به خیابان‌های شهر و حرکت به سمت منزل مصدق در خیابان کاخ بود. او هدایت گروهی از لات‌ها و بزن بهادرهای شهر از جمله طیب حاج رضایی، حسین رمضان یخی، ناصر حسن خانی معروف به ناصر جگرکی و تعدادی دیگر را به عهده گرفته و با تخریب کیوسک‌های روزنامه فروشی و دفتر روزنامه‌ها به سوی خانه دکتر مصدق رفت. شعبان بیمخ به همراه حمید رضا پهلوی وارد خانه مصدق شدند، ولی نخست وزیر موفق شد از حیات پشتی به خانه دکتر معظمی برود. دسته دیگر هم به رهبری ملکه اعتزادی و رقیه آزادپور به همراه روسپیان شهر نو از میدان گمرک راه افتادند و در خیابان‌های شاه آباد، استانبول، نادری و سراسر خیابان شاه شعار دادند و در میدان ارک به دسته شعبان پیوستند. کودتای آمریکایی 28 مرداد با ساقط کردن مصدق به نتیجه میرسد و از اینجاست که جایگاه شعبان بیمخ بین اعضای خانواده پهلوی، عمرای بازنشسته و شاغل ارتش و بقیه سیاستمداران و درباریان ارتقا پیدا میکند. شعبان جعفری و طیب حاج رضایی بعد از کودتا بین مردم با عنوان تاج بخش شهرت پیدا میکنند. شعبان بعد از این خدمت به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و زمینی برای تأسیس زورخانه از شاه هدیه گرفت. 3 سال بعد وقتی زورخانه ساخته می شود، شاه برای قدردانی از زحمات شعبان در زورخانه حاضر شده و آن را افتتاح می کند. فرمان ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می گردد. در همه سالهای بعد بسیاری از مهمانان خارجی رژیم به باشگاه او دعوت می شدند تا نظارگر اجرای ورزشکاران باستانی باشند.
روزهای پایانی عمر رژیم پهلوی، شعبان از کشور فرار و در نهایت به آمریکا رفت و تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. جالب آن که او در روز 28 مرداد 1385، یعنی همزمان با 53 سالگرد کودتایی که خود از نقش آفرینان اصلی آن بود، در سن 85 سالگی در شهر لس آنجلس از دنیا رفت. تنها فرزند او حمید جعفری به همراه مادرش افسر آزادصرف در ایران ماندند. همسر شعبان در سال 1370 فوت کرد و حمید جعفری هم در سال 1395 درگذشت. این هم داستان زندگی شعبان جعفری، یا به عبارت بهتر شعبون بیمخ. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً اونو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا به حال عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.